سلام دوستان، شبتون بخیر. شبنامه رو مشاهده میکنید. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، یک درخواست از شما دوستان عزیز دارم. لطفاً پیام های خودتون رو در قالب کامنت برای ما بفرستید تا شبنامه فردا رو به پیام های شما و نکات شما و همچنین پاسخ سوالاتتون اختصاص بدیم. شب گذشته یک گزارش به شما ارائه دادم از اندیشکده مرکز سیاست امنیتی آمریکا. این گزارش به نقل از پیتر پرای نوشته شده. در خصوص این اندیشکده و خصوص نویسنده این گزارش مفصل براتون توضیح دادم. خلاصه اون چیزی که این گزارش میخواد بگه این هست که ایرانی ها 13 سال هست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردن و اگر اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکرده بودن، انقدر راحت پای میز مذاکره نمیومدن و با ما پیرامون هسته‌ای مذاکره نمیکردن. حالا بر چه اساس این حرف رو میزنه؟ استدلال نویسنده این گزارش این هست که اونها حتما باید یک برنامه هسته‌ای موازی و غیر رسمی در کنار این برنامه اصلیشون داشته باشن که پذیرفتن بیان بقیه برنامه‌های هستی خودشون رو روی میز بگذارن و پیرامون اون با اون مذاکره بکنن. در بخشی از این گزارش اشاره شده به اینکه ایرانی‌ها قصد دارن 5 سیستم کلاهک هسته‌ای رو برای موشک‌های خودشون آماده کنن و حتی این احتمال وجود داره که آزمایش‌های هسته‌ای هم انجام بدن. در ادامه گزارش این شخص اشاره کرده به اینکه ایرانی‌ها از سال 2003 بعد فعالیت‌های هسته‌ای خودشون رو متوقف نکردن و اطلاعاتی که آمریکا در طول این سال‌ها ارائه داده اطلاعات غلطی بوده و ایران در حوزه هسته‌ای با قوت داره به مسیر خودش ادامه میده و فعالیت‌های خودش رو پیش می‌بره. یک نکته رو داخل پنجاز مجدد یادآوری بکنم. این گزارش در چه بازه زمانی و چرا نوشته شده؟ بعد از حملات یمنی‌ها به آرامکوی عربستان این گزارش نوشته شده و این شخص تلاش کرده در این گزارش به آمریکایی‌ها توضیح بده که اگر شما به خاطر کشور سعودی با ایران به تقابل بیفتید، ایران نقاط پنهانی داره و از طریق اونها می‌تونه شما رو به چالش بکشه و یک ضربه جدی به شما بزنه. برگردیم به بحث خودمون. در ادامه گزارش این اندیشکده اشاره شده به اینکه آمریکایی‌ها الان دارن به این فکر میکنن که آیا ایران برجام رو رعایت کرده و آیا به توافق هسته‌ای پایبند هست یا نه. بعد نویسنده این گزارش گفته که اگر ایران قبل از اینکه وارد برجام بشه کارهای هسته‌ای خودش در حوزه نظامی رو به طور دقیق انجام داده باشه، دیگه الان هر چقدر هم ما رفتار ایران پیرامون بحث هسته‌ای رو زیر نظر بگیریم و هر چقدر هم که شیوه رفتاری ایران رو صحت سنجی بکنیم، این تغییری در حقیقت ماجرا ایجاد نمیکنه و باید بپذیریم که ما یک شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ در برابر ایرانی ها خوردیم. یک نکته در ادامه گزارش بهش اشاره کرده، گفته که اگر ایران سلاح هسته‌ای داره پس چرا تا الان از اون علیه آمریکا استفاده نکرده و چرا به ما حمله نمیکنه. وقتی گزارش های اندیشکده رو میخونم یه وقتی با خودم احساس میکنم که ظاهرا جای ما و آمریکایی ها عوض شده. انگار ما ابرقدرت دنیا هستیم و انگار اونها هستن که در نقطه ضعف قرار دارن و نگران این هستن که چرا از سوی ایران اتفاقی برشون نمیفته. این جالبه که یک گزارش مفصلی رو نوشته بعد پرداخته به اینکه چرا ایران از سلاح هسته‌ای علیه آمریکا استفاده نمی‌کنه. در پاسخ به این قضیه اومده اشاره کرده به اینکه ایران فعلا بهونه‌ای برای استفاده از این سلاح هسته‌ای نداره، ولی از نظر اونها آمریکایی‌ها و نظام حاکم بر آمریکا کافر به حساب میان و زمانی که این کفار به جامعه ایران حمله کنن، اون موقع ایرانی‌ها بهونه‌ای خواهند داشت برای اینکه این شیطان بزرگ رو مورد حمله قرار بدن و به اقدامات نظامی اون پاسخ بدن. پیتر پرای در ادامه گزارش خودش گفته که آیا ممکن هست که ایرانی‌ها عمدن بخون آمریکایی‌ها رو تحریک بکنن برای اینکه اونها حمله بکنن تا اینکه اقداماتی رو علیه آمریکا در حوزه هسته‌ای انجام بدن؟ یک سوال ممکن هست برای شما مطرح باشه که آیا ایران سلاح هسته‌ای داره یا نه. فکر می‌کنم پاسخی که این شخص در انتهای این گزارش به این سوال داده پاسخ مهمی هست و همون پاسخی هست که من دوست دارم خدمت شما در همین خصوص ارائه بدم. گزارش اندیشکده مرکز سیاست امنیتی آمریکا میگه که با توجه به اینکه ابهامات زیادی پیرامون بحث‌های هسته‌ای و سلاح هسته‌ای ایران وجود داره، دیگه برای ما نباید مهم باشه که ایران سلاح هسته‌ای داره یا نه. چیزی که برای ما باید مهم باشه اینه که ما باید با ایران مثل یک کشوری که سلاح هسته‌ای داره رفتار بکنیم. در واقع میگه ما باید با ایران محتاطانه برخورد بکنیم، سختگیر نباشیم و بدونیم که ممکن هست ایران مجهز به این سلاح باشه و اگر این موضوع درست باشه و سرویس‌های اطلاعاتی ما در این خصوص شکست اطلاعاتی خورده باشن، اون وقت ما ممکن هست اگر وارد تقابل با ایران بشیم یک خسارت جبران ناپذیر رو تجربه بکنیم. پیتر پرای در انتهای گزارش خودش گفته که من یک افسر اطلاعاتی سازمان سیا هستم و در سال 2016 با اتکا به تجربیات خودم یک ارزیابی جامع و کامل داشتم از شواهدی که در خصوص ایران وجود داره و به این جمع‌بندی رسیدم که ایران سلاح هسته‌ای داره. اجازه بدید انتهای گزارش رو از روی متن براتون بخونم. میگه چه از روی غرض باشد یا خیال پردازی، شواهد قانع کننده نشان می‌دهد ایران در حال حاضر دارای تسلیحات هسته‌ای است و این هشدارها از سوی کارشناسای برجسته اطلاعاتی و امنیتی
امنیت ملی آمریکا و اسرائیل تا حد زیاد نادیده گرفته شده است. این گزارشی بود که سعی کردم برای شما دوستان عزیز مرور بکنم. محتوای گزارش رو تحت هیچ عنوان تایید یا رد نمی‌کنم، صرفاً برای شما یک روخانی انجام دادم. اما بعد از اینکه این گزارش برای شما مرور شد، ترجیح دادم که یک مطالعه داشته باشم پیرامون نظرات آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران. پیرامون بحث حسه‌ای یک جمله‌ای رو از ایشون دیدم. این جمله مربوط هست به پیامی که به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع اصلاح و عدم اشاعه از سوی ایشون ارائه شده. جملات ایشون در این خصوص این هست که به اعتقاد ما افسون بر سلاح حسه‌ای دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی هم تهدیدی علیه بشریت تلقی می‌شود. ملت ایران خود قربانی کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی است. بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباش این گونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آنها قرار دهد. بعد آیت الله خامنه‌ای جمله خودش رو به این شکل تموم می‌کنه که ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مسئولیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم. در نهایت ایشون در جمله خودشون گفتن که ما سلاح هسته‌ای رو حرام می‌دونیم و وظیفه خودمون و همه انسان‌ها می‌دونیم که بتونن یک راهکاری پیدا بکنن تا برای بشریت در برابر کشورهایی که به سمت سلاح هسته‌ای رفتن و سلاح‌های هسته‌ای رو انبار کردن راهکاری پیدا بکنن. پیرامون بحث سلاح‌های هسته‌ای و ایران و اینکه آیا ایران مجهز هست به این سلاح یا نه بحث خیلی زیاده. بعضی‌ها میگن از اونجا که ایران نمیتونه از این سلاح‌ها در نبرد استفاده بکنه، چون با این سلاح‌ها نمیتونه به سمت شهرها حمله بکنه و این اقدام صحیحی نیست، پس ایران سلاح هسته‌ای نداره. در مقابل این نگاه یک نگاه دیگه هم هست و اون نگاه اینه که داشتن سلاح هسته‌ای لزوماً به معنی حمله به شهرها نیست. اگر شما یک کشوری باشید که در اطراف شما یک دشمنی وجود داشته باشه که اون دشمن پایگاه‌های نظامی رو پیرامون شما به وجود آورده باشه که بعضی از اون پایگاه‌های نظامی از یک شهر بزرگتر باشه، اون وقت ماجرا و نگاه به سلاح هسته‌ای و نوع استفاده از اون متفاوت‌تر میشه و زاویه نگاه به این بحث که مطرح شده هم تغییر میکنه. در کنار همه این بحثا یک ابهام دیگه هم در بین بخشی از جامعه مذهبی وجود داره که اگر ما با چیزی تحت عنوان ملت ترور طرف باشیم چی؟ آیا باز هم سلاح هسته‌ای حرام هست یا در تقابل با چیزی تحت عنوان ملت ترور میتونیم از این سلاح استفاده بکنیم؟ ملت ترور معنیش چی هست؟ این کسایی که این ابهام رو و این نکته رو مطرح میکنن دقیقاً به چه چیزی رو اشاره میکنن؟ شما وقتی فضای افکار عمومی آمریکا رو بررسی میکنید میبینید ایالات متحده قبل از اینکه اقداماتی رو علیه یک کشور انجام بده افکار عمومی جامعه خودش رو آماده میکنه. یک مثال ساده براتون میزنم. قبل از اینکه آمریکایی‌ها علیه فرمانده ایرانی در عراق اقدامی رو انجام بدن، افکار عمومی جامعه آمریکا رو به شکلی برای این اقدام آماده کردن که نظرسنجی‌ها میگفت چیزی در حدود 40% از مردم آمریکا مشتاق بودن برای اینکه این اقدام انجام بشه و این اقدام رو یک اقدام درست میدونستن. حالا اگر آمریکایی‌ها و نظام حاکم بر آمریکا بتونه افکار عمومی مردم خودش رو مدیریت بکنه و به این جنبندی برسونه که یک کشور جنایتکار در دنیا وجود داره و باید علیه اون اقدام انجام بشه و در این اقدام باید از سلاح هسته‌ای هم استفاده بشه، مثلا فرض بگیرید آمریکایی‌ها بیان در افکار عمومی این رو تبیین بکنن که ما باید به فرانسه حمله اتمی بکنیم و این رو برای مردم آمریکا هم به شیوهی جا بندازن که به مطالبه جامعه آمریکا تبدیل بشه، در این صورت مردم فرانسه میتونن منتظر باشن تا متأثر از مطالبات یک ملت هدف حمله هسته‌ای قرار بگیرن. در چنین حالتی دیگه کشوری که قرار هست مورد حمله قرار بگیره با یک دولت جنایتکار طرف نیست، بلکه با یک دولت جنایتکار طرفه که حمایت یک ملت رو برای جنایت‌های خودش به همراه داره. اگر ما با چیزی تحت عنوان ملت ترور طرف باشیم، ملتی که ممکن هست مطالبهش یک روز جنگ باشه، جنایت باشه و خشونت باشه و چیزهایی از این دست باشه، آیا در این حالت باز هم میشه همون نگاه قبل رو اصطلاح هستی داشت؟ اینها البته نکات قابل اعتنایی نیست. من صرفا برای شما نگاه‌های دیگر رو تلاش کردم مرور بکنم. اون چیزی که برای ما قابل اعتنا هست این هست که سلاح هسته‌ای نباید علیه ملت‌ها مورد استفاده قرار بگیره. دوستان عزیز، شبنامه امشب رو همینجا به پایان میرسونم. فکر می‌کنم اگر یک نفر از ما به عنوان یک ایرانی بپرسه که آیا شما سلاح هسته‌ای دارید یا نه، باید این پاسخ رو بهش بدیم که همه اون چیزهایی که داره در این خصوص مطرح میشه در راستای یک پروژه ایران هراسی هست. عده‌ای که از ایران ترسیدن تلاش می‌کنن جامعه بین‌المللی از ایران بترسونن و همه اینها بخشی از ایران هراسی هست. اون چیزی که خصوص سلاح هسته‌ای باید دنیا بهش توجه کنه روایتی هست که ایرانی‌ها به طور رسمی ارائه دادن. این جمله هست که زمانی که توسط رهبر انقلاب مطرح شد در رسانه‌های از جمله بی بی سی و صدای آمریکا با خوشحالی منتشر شد و کمی بعدتر اون رو به عنوان یک سند در سازمان ملل هم ثبت کردن. جمله‌ای که سلاح هسته‌ای رو حرام و مسئولیت بخشیدن به ابناء بشر از این سلاح رو وظیفه همگان می‌دونه. پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. شبتون بخیر.